ولی علم با عمل هم هدف نیست. چه بسا انسان را ما میبینیم که عمل میکنن ولی عملشان عمل منافقان است. یه عمل را به خاطر خودنمایی است، یه عمل به خاطر به دست آوردن قدرت و زرق و برق دنیاست. ز خاطر بدترین مردم کی هستند؟ آنانی که کار را برای غیر الله میکنند. ریا شرک خفی است، زشترین عمل است. پس علم که منتج به عمل شد و عمل برای خدا نشد، در حقیقت هباء منثورا، هیچ ارزشی ندارد. چه بسا مردمی است که در دنیا لباس دارند، کاسیات عاریات، و در روز قیامت چی می شود؟ لچ می شود. رب العالمین هیچ ارزشی برش نمیده. و حدیث صحیحی در این باب داریم که الله متعال علما را حشر می کند و نعمتهای خود را یکی پی دیگری پیش رویش مگذارد و برش میگوید که چه کردی در مقابل دینم؟ عمل دینی چی است؟ برای ارزش دین چی کاری کردی؟ و او دعوا میکنه، درس کردم، تعلیم کردم، مدرسه ساختم، و و و. الله میگه کلش به خاطر خود نمایی و ریا بود، پیش ما هیچ ارزش نداری. و برای ملائکه میگه بر رخش کش کنین، رب العالمین ما شما را از حالت نگاه بکند. بنابراین دیدیم که علم که و عملش به خاطر خدا نباشه، او هم سقوط میکنه. پس سوم چیز میرسیم، علم که مقرون به عمل باشد و عمل به خاطر خدا باشد، اخلاص درون هفته باشد، او علم ارزش دارد. او علم در زندگی انسان تغییر میارد، انسان را مسیر میدهد و انسان را بقا میدهد. بسیار مردم در این دنیا آمدن و رفتن، بسیار زیاد آمدن و رفتن، ولی بقا از کیست؟ از آنانی که عمل را برای الله کردن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کل کار را ما برای الله میکنیم، هیچ نوع پاداشی از شما نمیخواهیم، هیچ نوع تشکری از شما نمیخواهیم. پس علمی که در او اخلاص نباشد، عملی که در او اخلاص نباشد، رب العالمین هیچ ارزشی برش قائل نیست. چرا قائل نیست؟ به خاطر که رب ما متکبر است، رب ما متکبر است. فقط او عمل را میپذیرد که فقط و فقط برای الله بوده باشد، فقط برای الله باشه. عزیزان، رسول ما صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح ارشاد می‌دارد: انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. دار مدار صحت اعمال تعلق می‌گیرد به نیت، جایگاه عمل و وزن عمل تعلق می‌گیرد به اخلاص. هر قدر مخلص باشی پاداش بیشتر میگیری. همه ما در اینجا نشستیم، خود در روز قیامت به حسب اخلاصت رب العالمین برات پاداش میدهد. یک نفر در اینجا میشیند، لحظات را تیر میکند، میرود، فهمید نفهمید. یک نفر دیگری میاد که کوشش میکند بشنود و امید دارد که از کتاب الله چیزی را بگیرد. رب العالمین با او دیگر رقم معامله می کند، با او نجاتش می است، وسیله عزتش است. پس بیاین که در اخلاص خود بیفزاییم، عمل را برای الله بکنه. رب ما متکبر است، صریح می فرماید که انا اغنى الشرکاء عن الشرک، ما غنی اصلا مزید که کس دیگر را با خود یک جای بکنم. زیرا شریک را که ما قرار میتیم به خاطر ضعف ماست، چون کل کار ما انجام داده نمیتانیم، کسی دیگر را بر خود معاون تعیین میکنیم، همکار تعیین میکنیم، وزیر تعیین میکنیم. الله ما به کسی ضرورت نداره. من عمل عملا
اشرك فيه غيري تركته وشركه. هر کس یک کار را بکند که در پهلوی ما کسی دیگری را با ما یک جای بکند، چون ما غنی هستم الله میگم من حصه خدا برای شریکم دادم، الله از جا بیرون میشود. بنان دانشمندا و علمای روح اونا مبارکا میگن سختترین چیزی که برای یک انسان است اخلاص است. چطور میکنی؟ کاری که تو میکنی در روز حظ نفسانیت را کنار بکشی، در روز خود اسو بکنی، تنها تو باشی و اللهت باشد، چه کاری باید بکنی؟ عزیزان یک مسئله اخلاص غیر مستقیم باز تعلق به علم دارد. یعنی اخلاص وقت پیدا می شود که ما را علم ارزش اخلاص را معرفی بکند، زیرا ما که ریاکاری میکنیم به خاطر جهل ماست، چون منافع را در امی ظاهر میبینیم، پشت سر قضیه را خبر نیستیم که الله برای مخلصین چی میدهد. پس اگر علم پیدا کردیم طبیعتا علم نتیجه میدهد به طرف اخلاص. پس ما ضرورت داریم به علم جهتی به دست آوردن اخلاص. ما به علم ضرورت داریم تعامل خود را مثبت بکنیم. پس روز اول ما و شماست بیاین که دو تعهد بکنیم. یکی که پروردگارا تو توفیق عنایت کن، ما خو ضعیف هستیم، مخلوق ضعیف، ناتوان، جاهل از هر حیث. این جرأت را ما نداریم که بگویم ما میفهمیم. این دوستا هست که نوشته میکنه شیخ القرآن، این چیز نمیدونم طالبایش هم نیستیم، با هم یک جا مدارسه بکنیم. نکته دیگه، رب ما به ما توفیق را عنایت بکند. از او ذات عظیم امیدوار هستیم که به ما توفیق عنایت کنه تا لحظات خود را برای کتاب الله بده. ارگا چونین کاری کردیم میفهمین پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم چی می زیبا می فرماید، مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه. هیچ گروهی در مسجد از مساجد الله ننشستند مگر برای ازی که کتاب الله را تلاوت بکنند، کتاب الله را در مابینشان به مدارسه بگیرند. الا حفتهم الملائکه، مگری که ملائکه رحمت این مجلس را در گرد خود قرار میدهد و این مجلس را یادآوری میکند و مجالسی که از این که بهترتر و با عظمت تر است. پس ما میگیم که خدایا ما خود این مجلس را جور کردیم، حفظ از این مجلس را و صیانت از این مجلس را و القای اخلاص در قلوب ما، این را تو بر ما برد. تو مقلب القلوب هستی، قلبهای ما در اختیار توست. اگر او را مثبت ساختی مثبت است، اگر خدا نخواست از ما غلطش کردی هیچ توانی نداریم. بنان ضعف خود را بر رب ما پیش روی میگذاریم، میگم الله سر ما رحم بکن و ما توفیق عنایت بکن، زیرا اگر تو توفیق عنایت کردی یقینا که به طرف خوبی میروی. نکته دیگری که عرض میکنم، به هیچ کاری که شما خواسته باشین انجامش بتین اگر وقت ندی و کار میتونی بکنی نمیتونی بکنی. هر کاری که شما میخواین انجام بتین باید وقت برش بدی. خب خدا شاهد است که کار دنیا خلاص نمیشود، فهمیده شد؟ تو عجیب دنیای است، هر روز یک کار نو است، ولی مرگم به ما بسیار نزدیک است. پس یک وقت را برای کتاب الله میدیم و این وقت را اختصاص میکنیم به الله، میگم دیگه کسی جای نداره، خلاص یک فیصله دیگه کس در اینجا جای نداره. ارگو چنین فیصله کردیم بعد مشکل ما را الله حل میکند و تشویش ما را رب العالمین جواب میدهد، قوت را او میدهد. بنان خواهش میکنم که
ما امی در حدود چیز کم 40 روز شاید شود یا 40 روز شود به این وقت بتن وقت بتن که میشینم و چه زیباست که کتاب الله را از الحمدلله تا به و ناس بفهمم و بگم که پروردگارم به ما چی دستور میدهد که او را انجام بده از چی ما را منع میکند تا از او منع شوم فقط به می نام بشینم به کتاب الله تا درک بکنم ارزش هایی که من مکلفیت به تمثیل از او دارم درک بکنم قضایایی که پروردگار از ما مطلوب است میخواهد میگه انجام بده از طرف دیگری تعهد بکنیم که شرم است برای یک مسلمان که میگوید لا اله الا الله محمد رسول الله میگوید که ما مسلمان هستم قرآن قانونم است ولی از کتابش خبر نداشته باشد نداند که چی گپ است در این چی نهفته است چی پیام دارد چی را به ما میگوید پس کل ما کار داریم دقیق شدیم هیچ یکی ما که در اینجا نشستیم بیکار نیست هیچ کس و خدا شاید از به اندازه ما وزید کدامتان کار نداریم فهمیده شد پس وقتی که ما وقت میتونم تو خب به طریق اولا وقت بودی تو باید وقت بودی من خواهش میکنم وقت بتین به کتاب الله به این مکلفیت شرعی ما و شماست و خصوصا ماه مبارک رمضان سبحان الله ماه قرآن یک طرف روزه داشته باشیم از طرف داخل به اصطلاح تخلی از رذایل باشد و تحلی به فضائل شود تجلی طبیعتا می آید طبیعتا می آید انشاءالله العزیز بس هر چیز را یکان با تعهد می این تو می کنم انشاءالله باز می شود انشاءالله باز الله توفیق نهت می کنم الله توفیق نهت می کنم خب در رابطه به نزول قرآن کریم چند نکته ای را عرض میکنیم و تاریخ قرآن کریم را میگویم بعد از انشاءالله تعریف قرآن کریم را میگویم و صحبت های خود را ختم میکنم نزول به معنای فرود آمدن در مکان و جای گرفتن در آن است علما میگن که نزل الامیر المدینه امیر در شهر فرود آمد و جاگزین شد و فعل متعدی آن انزال است و معنای فرود آوردن غیر در مکان و جای دادن آن در آن است رب العالمین در سوره مبارکه مؤمنون آیه 29 ارشاد می فرماید و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین و بگوی پروردگارم فرود آر مرا در مکانی با برکت و تو بهترین فرود آرندگانی ای نزول اقسام دارد یکی نزول از جانب الله متعال است یکی نزول در لوح محفوظ از لوح محفوظ به بیت العزت است و یکی نزول به قلب رسول ما صلی الله علیه و سلم است یعنی قرآن کریم در سه مرحله نازل شده است یک مرحله از جانب الله متعال به سوی لوح محفوظ اما جای بس بلندی که همه چیز در اوجا نگه داشته می شود قرآن کریم هم یک بار نازل شد در لوح محفوظ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ این قرآن کریم این قرآن است گرامی قدر در لوح محفوظ نگه داشته شده است دوم نزول از لوح محفوظ به سوی بیت العزت است یعنی در آسمان دنیای ما الله متعال در سوره مبارکه دخان آیه 3 ارشاد می‌دارد انا انزلناه فی لیلة مبارکه یقینا ما قرآن را نازل کردیم در یک شب با برکت و با عزت
إنا أنزلناه في ليلة القدر. خینا ما قرآن را در شب قدر نازل کرد. این دو نزول، نزول دفعی است، یعنی جمعا از الحمدلله تا به والناس در لوح محفوظ قرار گرفته، از لوح محفوظ جمعا به بیت العزت قرار گرفته. نزول سوم بر قلب رسول ما صلی الله علیه و سلم به چیزی کم 23 سال صورت گرفته که الله متعال از او هم تعبیر میکنه نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. جبرائیل امین وحی را بر قلب تو فرود آورد تا از ترسانندگان باشی ای پیغمبر. ای وحی به رسول ما صلی الله علیه و سلم در غار حرا بعد از اینکه انس گرفت شرف نزول یافته است. قرآن کریم چرا نازل شده است و بیان حکمتش چیست؟ اول نقطه را باید حافظه خود بسپاریم که قرآن برای عام و خاص هدایت است و جهت رهنمایی و هدایت مردم فرستاده شده است. هدى للمتقین و هدى و بشرى للمؤمنین. بنان این قرآن برای تمام متقیان، تمام مسلمان ها هدایت است. چرا قرآن آمده؟ به خاطر که ما را رهنمایی بکنه، ما را ارشاد بکنه. قرآن آمده و حکمتش همان شفا و رحمت و موعظه و پند است برای بشریت و خصوصا مسلمان. الله می فرماید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنين. ای مردم، براستی که آمد شما را از جانب پروردگارتان پندی و شفا بخشی امراضی که در سینه هاست، سینه ها را جور می کند و مؤمنان را وسیله هدایت و رحمت است. در سوره مبارکه اسراء آیه 82 ارشاد می فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. پس قرآن برای تمام امراض، چی امراض ظاهری باشد چی باطنی باشد، قرآن شفا است برش، شفا است برش. قرآن کریم کتابی است که نازل شده است برای انذار، برای ترسانیدن آنانی که خلاف حکم خدا می روند. و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه ولتنذر ام القرى ومن حولها. این قرآن نازل شده است تا بترسانی اهل شهرها روانانی که گرداگرد شهرها قرار دارند، بنان از مخالفتش باید بترسانیش. قرآن برای بشارت است، مژده میدهد هر که عمل بکند. هودم و بشرا للمؤمنین، مژده و مایه هدایت. قرآن تبلیغ است، حکمتش در اینکه رسانده می شود، پیام می دهد. هذا بلاغ للناس، قرآن همانا تبلیغ و مژده است و پیام است برای تمام مردم و آمده است تا در او بیندیشیم. قرآن برای از این است که همونتو خط خط بخوانیم و پوتشو کنیم. قرآن برای تدبر است، برای اندیشیدن است. در او بیندیش و فکر بکن. از این خاطر رب العالمین چیزی با می فرماید در سوره مبارکه صاد آیه 29، کتاب انزلناه الیک مبارک. کتاب در جا علما میگه تنوین برای تفخیم است، برای تعظیم است. این کتاب عظیمی که انزلناه الیک، نازلش کردیم به سوی تو. مبارک مرجع خیر است. چطور؟ لیدبروا آیاته، تا بیاندیشن در آیاتش. وليتذكر اولو الالباب، و از طرف دیگری تا در آیاتش تدبر بکنن خردمندان و متذکر شوند از پیامش. پس قرآن برای عزیز بی اندیش. رب العالمین در سوره مبارکه انعام، در سوره مبارکه انبیا، در سوره مبارکه صاد لفظ مبارک را ذکر می کند که قرآن مرجع خیر است. برکت یعنی خیر. قرآن کریم تذکر است، ذکر است،
وليذكر أولو الألباب تا خردمندان پند بگیرند إلا تذكرة لمن يخشى قرآن را فرو فرستادیم تا اینکه برای کسی که نصیحت میپذیرد و نصیحت میکند إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد شک نیست که در این قرآن پندی است برای کسی که عقل داشته باشد یا گوش فرا دهد در حالی که حاضر القلب باشد. قرآن وسیله بیرون آوردن بشریت از تاریکی هاست. همه ما شما را گم کرده، کل ما در تشویش هستیم. یکی میگوید که جور نمیشیم تا که امریکا فیصله نکند، اما تصنی عقیده ما با مجاست. اگر رو فیصله کنه راست راست است، چپ چپ است، دیگه هم ذلیل میکنه خدا ما را. صحیح شد؟ بس دیگه میگه که هیچ جور نمیشیم تا پاکستان که ما جور نبیاد، بس اوجا میره. هیچ کس در خود فکر نمی کنه که یک چیزی را الله برای تان فرستاده است، در او بیاندیش، مرضی تا در او پیدا بکو، مشکلی تا در او حل کو. از خود گم شدی، از این خاطر دنیا هست بشد گم شده. یک کسی که خود فراموش بکنه دیگر را به طبیعت هم فراموش میکنه، بس کسی که خود فراموش میکند از او دیگه گلم بکار نیست. الله متعال الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. قرآن کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم به سوی تو تا به وسیله تعلیم و تربیت و توفیق پروردگار مردم را از تاریکی ها به سوی روشنی بیرون بکنیم. این کار قرآن است. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. قرآن برای تکمیل عقول ماست، عقلهای ما را ظرفیت میدهد. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. قرآن را به زمان فصیح عربی نازل کردیم تا خوب درو بیندیشید، درو تعقل بکنید. اختلافات را جواب میدهد. و ما انزلنا علیک الكتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمت و رحمتا لقوم یؤمنون. پس قرآن برای ازی آمده تا بیان بکنه برای ما مواضع اختلاف را. اختلاف چیست؟ چرا داشته باشیم و چطور حلش بکنیم؟ در این کتاب الله برای ما شما دساتیرش است. از طرف دیگری هر چیزی که در ذهنت بگردد قرآن برات راه میدهد. آخرین خلاصش، با هر مشکلی که تو فکر میکنی به قرآن مراجعه کن. چیزی با میفرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، نازل کردیم بر بالای تو ای پیغمبر کتاب را، ای تو کتابی که تبیانا لکل شی، ای کتابی است که بیانگر هر چیز، و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین، و هدایت و رحمت و مژده برای مسلمانان است. بسیار مردم هستند که میخوان راه برم ولی استقامت کرده نمیتونن. خوب راه خوب و بد پیدا کرده میتونن، یه حلال است یه حرام است، یه را خوب میفهمید، ولی وقتی که حرام بیاد چه تو خود نگاه میکنی؟ این زور میخواهد. با قرآن انس بگی، همین قدرت داده درون تو ایجاد میکند که بتانی حدود را مراعات بکنی و فرومایه نشوی. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهودا وبشرى للمسلمين. بگو ای پیغمبر، بگو ای پیغمبر، قرآن مشتمل بر حق، مشتمل بر حق را جبرائیل از جانب پروردگارت برای استقامت مؤمنان و هدایت و بشارت مسلمانان فرو فرستاده شده است. یعنی قرآن بخوان تا استقامت داشته باشی. از قرآن دور شوی استقامت پیدا کرده نمیتونی، باز مجاهدین ما واری بدبخت میشین، فراموش میکنن هدف را، فراموش میکنن خون را، فراموش میکنن همه چیز را، باز معاملگر میشود، پست میشود، ذلیل میشود. با قرآن انس باید داشته باشیم تا معاملگر نشویم.
فرومایه نشویم. قضیه دیگری استادا، این قرآن کریم یک تاریخ شد بفهمیم که چی گونه جمع شده و چی گونه فعلا در اختیار ما که قرار گرفته، چی تحولاتی در این رو آورده است. قرآن کریم دو جمع دارد، یکی جمع در سینه هاست و حفظ، یکی جمع در کتابت است. قرآن کریم تکیه اصلیش بر حفظ است، یعنی قرآن کریم تکیه اصلیش بر چی است؟ بر حفظ است. از این خاطر است که کسی که قرآن کریم را میخواند کمک اشتباه بکنه کل گواز سرش بلند میکند. همه گی مسلمان ها که دیجا نشستن یک حصه ای از قرآن کریم را دارد و رب العالمین قرآن را به سینه های مسلمان ها محفوظ نگاه میکند. کل قرآن کریمی که در دنیا از مردم را بسوزاند، از سینه های مسلمان ها خلاص کردش نمیداند. تکیه اصلی بر چی است؟ بر حفظ است. انگامی که قرآن کریم به قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشد، پیغمبر علیه السلام تشویش میکرد که نشه کدام کلمش فراموش بکنم. از یک طرف برش داده میشه، از یک طرف زود تکرارش میکرد. رب العالمین برش میگه لا تحرک به لسانک لتعجل به، زبان خود را به تکرار قرآن حرکت مده، لتعجل به، تا عجولانه آن را حفظ بکنی، تو کار نکن. این علینا جمعه و قرآن، حقا که حفظ آن در سینه تو و خواندن آن بر زبان تو از کار ما است. این علینا جمعه و قرآن، فاذا قرأناه فتبع قرآنه. پس هنگامی که ما قرآن را خلاص کردیم بر بالای تو، بعد از او باز تو بخوان. ثم این علینا بیانه، با جاری کردنش به زبان تو کار ماست. دقیق شدین؟ پس قرآن کریم به قلب رسول ما صلی الله علیه و سلم که نازل میشد حفظ میشد، و ان شاء الله صبح راجع به وحی و اقسام وحی و چگونه ای را پیغمبر علیه السلام می گرفت باز بحث خواهد داشت. بعد از رسول ما صلی الله علیه و سلم و شاگردایش اصحاب کرام قرآن را می آموخت و می خوان و صحابه حفظ میکرد، مثل که حفاظ قرآن کریم امروز ما شما میبینی که استادش میگوید و اینها از بر میکنند. و هر آیت را که پیغمبر علیه السلام میگفت، باز برای شاگردش میگفت که این آیت را بعد از فلانه آیت، پیش از فلانه آیت قرار بده، یا این یک سوره مستقل است، این را بعد از فلانه سوره باز بخوان، قبل از فلانه سوره تلاوتش کن. امی روندی که ما شما میخوان بمی شکل حافظه برش میداد. قرآن کریم برای پیغمبر دیگه جا میفهم ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما، پیش از آن که وحی آن به سوی تو به انجام رسانیده شود، بخوان به خواندن قرآن شتاب مکو، حوصله‌ت باید بگیری برش، فهمت در رابطه با آیات بیفزاید. امیر رقم قرآن کریم را که پیغمبر میخوان و صحابه یاد میگرفت، جمع از اصحاب پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از جمله مهاجرین خلفای اربعه، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحه، حضرت سعد، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت حذیفه بن الیمان، سالم مولای ابو حذیفه، حضرت ابو هرره، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، عمرو بن عاص، حضرت معاویه، عبد ابن زبیر، عبدالله ابن صائب، حضرت عایشه، حضرت حفصه، اینا همشون حافظه قرآن کریم بودن. از جمله انصار حضرت عبید بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو دردا، حضرت انس بن مالک، ابو زید کاکای حضرت انس بن مالک و غیره اصحاب پیغمبر قرآن کریم را یاد می گرفتند.
حفظ قرآن کریم از قضایایی بود که در حقیقت جایگاه هر کس را بلند می بود. به طور مثال رسول ما صلی الله علیه و سلم کسی را که امیر یک قضیه تعیین می کرد باز می گفت چقدر قرآن حفظ داری؟ هر کس که بیشتر یادش داشت او را مقدم می کرد. پس اصل تکیه در جمع قرآن کریم سینه های مسلمان است. این اساس است. در ضمن از او رسول ما صلی الله علیه و سلم جمع را در کتابت هم کرده است. بیش از 40 نفر کتاب وحی داشت. آیه ای که نازل می شد کاتب وحی را فرا می خواند و برش می گفت که این آیه را در فلانه صورت در پیش از فلانه آیت بعد از فلانه آیت نوشته. چون کاغذ در او جا نبود، لخفه به معنای سنگای سفید مرمر که برش میگه دیگه نوشته میکنن، حسیب، تخته های چوبی و چوب هایی که از خرما است، اون درخت های برگ های خرما دو نوشته میکنن، قدیم صفحه های چرمی در باقی شده در او نوشته میکنن، پوست ها و تعویض که چون کاغذ نبود قرآن کریم به عنوان یک مصحف مرتب نشده بود. یک نفر میدید که چوب هم داشت، استوان و اسلاب میراش بلگک هم داشت، در اوجا لیفای از خرما هم داشت، در اوجا سنگ های سفید هم داشت. بس قرآن کریم در سینه ها محفوظ بود منظم، ولی در مصحف نبود، بلکه نوشته شده بود ولی پراکنده، چون شیعی که کلش با هم یک جا بکنه در او وقت نبود. قضیه ادامه داشت. در خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ارضا مشکلات بسیار زیادی را او و حضرت خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم دید. جنگ ها با مرتدین داشت، با مسیلمه کذاب داشت. در این جنگ ها به یک تعبیر 70 نفر از حفاظ قرآن کریم در جنگ یمامه با مسلمه کذاب شهید شدند. و تعبیر دیگر 500 نفر حافظای قرآن کریم شهید شدند. حضرت عمر رضی الله عنه و ارضاه آمد به حضرت ابوبکر صدیق گفت که خلیفه رسول الله، می ترسم که این جنگ ادامه دارد و ما هر روز حافظای قرآن کریم را از دست می دیم. نشود خدا نخواسته که باز اتکای اصلی سر سینه است و ای اصل به اصلاح ضربه ببیند. لطف بکن قرآن کریم را در یک مصحف و را جمع بکن. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگفت که تو عجیب آدم هستی، کار را که پیغمبر خدا نکرده سر من میکنی و میترسید که نشوه کدام خلایی بیاید و صبح خداوند متعال از ما پرسان بکند. ولی حضرت عمر تکرار کرد تا میگه سینه‌ام خلاص شد به این عمل. بعد از او باز حضرت زید بن ثابت از جمله اصحاب پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم و از انصار هستند. این یک جوانی بود در 12 سالگی. چقدر قرآنی که حضرت مصعب رضی الله عنه یاد داشت امور حفظ کرده بود. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه را پیغمبر علیه السلام پیش از اینکه خودش هجرت بکنه به مدینه فرستاد به عنوان معلم. چقدر علمه که حضرت مصعب داشت همین بچه یک یادش کرد، ایتی یک حافظه بسیار قوی داشت. روز رسول ما صلی الله علیه و سلم اما تو گفت که کاش که در مابین امی برادرهایم کسی می بود که امی زبان سوریانی را یاد می داشت، یعنی یهود در چی که میگوین امو را به ما صحیح ترجمه او میکرد. حضرت زید از خانش بیرون شد، در قریه از اونها رفت، در روز پس آمد گفت که یا رسول الله من حفظش کردم. در ده روز زبان از اونها را کرد. انسان بین حد زیرکی بود و حافظ قرآن کریم از جمله کاتبای وحی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه برش گفت که تو مسئول یا امیر لجنه جمع‌آوری قرآن کریم هستی، قرآن کریم را جمع بکن، از اون لیفه‌های خرما، از اون سنگ‌های سفید، از اون استوانه‌های به اصلاح را شپلگر
از پست ها غیر در یک مصحف واحد باید بیاری. تا او وقت چیزی پیدا شده بود به عنوان کاغذ دبلی که میتونه سرش عمل بکنه، پست رو بسیار نازک میکردن و یک مصحف از پیش ترتیب داده بودند. حضرت زید رضی الله عنه و ارضا با یک لجنه 12 نفری کار را آغاز کرد. قانون را برای از اینکه از سینه های قرآن کریم را بگیرد اعلام عام داد. هر کسی که قرآن کریم را در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته کرده باشد او را بر ما بیارد. و این امر کی است؟ امر خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون رابطه در بین خلیفه مسلمان ها و در بین رعیت یک رابطه تنها ظاهری نیست، بلکه یک رابطه معنوی هم هست. بیارین دیگه کسی جرأت زیر نکد که نمیارم. هر کس که میآورد باز حضرت زید برش میگفت که دو نفر شاهده برم بتی که تو ای را در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته کردی. دقیق شده؟ خودشانم چی بود؟ حافظ بودن. خودشانم مکمل حافظ بودن. کسی که برش می آورد باز برش می گفت که دو نفر شاهد بود. دو نفر که شاهد می آورد و شهادت می دهد که اشهد بالله، بعد از او باز امو ورقشه یا استوانشه یا لیف خرمایشه یا پوستشه این لجنه می گرفت. باز او را می خواندن، خودشان محافظ بودن، ده ها نسخه را هر کس می آورد که یک چیز بود، باز ثبتش می کرد. قرآن کریم به همین شکل پیش رفت. یک جای مان که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ای آیه از سوره مبارکه توبه است. ای را حضرت ابو خزیمه انصاری رضی الله عنه ورده آورد. وقتی که آوردش گفت که شاهد بده، گفت شاهد ندار، شاهد ندار. گفتن که شاهد نداشته باشی ما ای را پذیرفتم نمیتونه. همه قرآن کریم را چندین نسخه هایش آمد ولی این آیت را هیچ کس نیاورد جز حضرت ابو خزیمه رضی الله عنه. بعد امیر لجنه گواهی داد که از این بپذیرین به خاطر که روزی در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم. یهودی داخل مجلس شد و پیغمبر علیه السلام گفت که چه مردمی هستین که قرضاره نمیتین، معامله را خراب میکنین، تعهد نمیکنین به معامله دان، و تو چرا قرض مرا نمیتی؟ میخواست یک تشنج را ایجاد بکنه، فضای اطمینان را در بین اصحاب بشکنانه. پیغمبر علیه السلام گفت که کی است که گواهی بدهد که ما پولی از یهودی را دادیم و ای بدروغ ادعا میکند؟ این صحابه کلشان چپ شدن، زیرا در قضیه نبودن. حضرت ابو خزیمه رضی الله عنه دست خود بلند کرد گفت که یا رسول الله ما گواهی میتم که تو پولی از یهودی خبیث را دادی. پیغمبر علیه السلام برش گفت که چگونه گواهی میتی در حالی که در قضیه نیستی؟ حضرت ابو خزیمه گفت که یا رسول الله تو از ما بر ما صحبت میکنی از آسمانها، از جنت و دوزخ، از پل صراط، او قضایا به مراتب مراتب مهمتر از نسبت به دور پی یهود. ما که تو را در او قضایا تایید میکنیم در این دور با تو غلطی میکنی، قسم به خداست که برش پولش دادی. بعد پیامبر خدا گفت که من شهید له خزیمه کفاه. هرگاه خزیمه در یک قضیه گواهی بده تنها خودش کافی است. دقیق شدن؟ ضرورت نداره که کسی دیگری گواهش باشد، کسی دیگری در این شاهد بدهد، خودش کافی است. وقتی که این حدیث را گفت حضرت زید گفت که قبولش کرده مرمت، بازمون نسخه را از او هم قبول کردن و قرآن کریم
در طی یک مصحف مکمل تنظیم شد و به نام مصحف امام نامگذاری شد، به نام مصحف. و این امتیازات خود را دارد، این مصحفی که با حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. یکی که دقیق ترین وجوه بحث و تحری کامل و سالم ترین اصول علمی در جمع‌آوریش به کار رفته بود. و قرآن نوشته شده بود که مشتمل بود بر حروف سبعه. و از طرف دیگری بزرگترین کامیابی بود برای امت که اولین بار به یک نسخه جامع قرآن کریم اتفاق کردن کمی است. هیچ یکی از فرق اسلامی در او شک نکرد. این قرآن کریم با حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. بس زمان تیر شد و تیر شد، حضرت ابوبکر صدیق وفات کرد، رحلت کرد. این مصحف در اختیار حضرت عمر رضی الله عنه قرار کرد، چون او خلیفه بود، او امیر بود. حضرت عمر وقتی که شهید شد، این مصحف انتقال کرد به دخترش حضرت حفصه خانم رسول الله صلی الله علیه و سلم و مادر ماشون با او بود. خلافت با حضرت عثمان رضی الله عنه بود. در آذربایجان امروز ما در اینجا مقاومت بیشتر شد و قطعات عسکری مسلمان ها از شهرهای مختلف آمدن. چون قرآن کریم به لهجه های مختلف بود، مثل که ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، و الضحی و الضحا، به می الفاظ بود. دری و پشتو هم لهجه ها داریم و این لهجه های مختلف بود و همه لهجه ها را رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید کرده بود. استاد یکیش عبدالله ابن مسعود بود، استاد دیگهش عبدالله ابن عمر بود، استاد دیگهش عبی ابن کعب بود. همونطور استادها تفاوت داشت. در هر شهر همو صحابی که امام بود و یا مدرس بود، شاگردهش لهجه همو را گرفته بودن. در جنگ آذربایجان از هر شهر قطعات عسکری رفتن، از مصر رفتن، از بصره رفتن، از کوفه رفتن، از یمن رفتن. انگامی که در آذربایجان نماز شام که خوانده می شود، بعد امام پیش می شود، میگه الله اکبر، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین، و الضحی، این رقم تلاوت. پشت سر بنگ بنگ شروع شد. ای تو چی رقم قرآن خواندی؟ صحیح شد. و دیگه میگه تو چی رقم خواندی؟ کلش تابعین بودن، نه؟ یعنی صحابه نبودن، شاگردای صحابه بودن. این قال مقال بنگ بنگ که شروع شد، حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه و ارضاه در جبهه در امی مسافره بود. این اختلاف که دید فورا حرکت کرده در جبهه استاد نشد، پس به مدینه منور آمد و به حضرت عثمان رضی الله عنه گفت که ادرک الناس، مردم گیر بکو قبل از اینکه بدبخت شود، قبل از اینکه یک دیگر را کافر بگوید، قبل از اینکه یک دیگر را خراب بکنه. گفت چی کاره است؟ گفت ما میفهمیم که لهجه های عرب را که مالک و ملک یکی است، ولی این مردمی که عجم اصلا نمی فهمن، یکی دیگر را تکفیر میکنن، با یک دیگر نزاع میکنن، اختلاف میکنن، چون علمشان کم است، مثل که ما اختلاف میکنیم، نه؟ دیگه علا، چرا امین گفتی، چرا امین نگفتی، چرا رفع الیدین کردی، چرا نکردی، دقیق شدن، چون جهل، نافهمی از در کشور ما. گفت این مردم را بگی و با یک لهجه و با یک مصحف بیارش. حضرت عثمان رضی الله عنه باز حضرت زید را امر کرد، اما زیدی که در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق قرآن کریم را یک جا کرد، باز لجنه 12 نفری را جور کرد که در اوج حضرت عبدالله ابن مسعود هم شامل بود و عبید ابن کعب هم شامل بود، و گفت که قرآن کریم را نوشته بکنن. بله، اما ولی جایی که اختلاف در لهجه ها آمد، لهجه قریش را ترجیح بدین، لهجه قریش را قبول بکنه.
و هر روز کاری که خلان جام دادین نتیجه کارتون را به ما بدین، مشاوی را میبینو. اینا کار را میکردن شب برای حضرت عثمان رضی الله عنه، همین کار خود را میدن. حضرت عثمان تلاوت میکرد، باز یگان ملاحظات را گرفت. به طور مثال صراط الذین انعمت علیهم، این صراط اصلا به سین است. حضرت عثمان این را به صوت کرد، این شکلش رب العالمین ای جدا بود، الفش معلوم بود. حضرت عثمان خیز ای رب العالمین یک جا کرد، یک مد را برش داد. اسحاق جدا نوشته شده بود، حضرت عثمان یک جاش کرد، یک الف اثرش داد، گفت انتو این کار انجام دادن. هیچ کس حق اعتراض هم نداشتن، چون امیر بود، خلیفه رسول الله بود، عالم بود. سالها گذشت و این راز را عالی علما می فهمند که هرگاه قرآن کریم را از نظر الجبری حساب بکنن، اگر سایر می خوانی، چون در رب العالمین الف نیست، شمار کردیش نمی تونی، و اگر الف می اومد باید شمارش می کردی. شمارش که می که عدد تفاوت می کرد، باز مفهومی که باید این سوره می داد نمی داد. مرد این کار را آغاز کرده بود سالهای پیش و تا هنوز هم خلاص نکرده و حتما خلاص می شود. اگر او نتانست دیگه کس خلاصش می کند، که ما یک وقت به این خواد فهمیدیم از اجازات قرآن کریم که حروف قرآن کریم پس مفهوم به ما بده که این سوره در کدام جای، در کدام زمان، در کدام مکان نازل شده است. این را بر ما خواد داد و خودش یک کلیدی را برای فهم قرآن کریم انشاءالله از این تعبیر خواد داشته. این قرآن کریم را حضرت عثمان رضی الله عنه گرفت و جمعش کرد و در شهرهای مختلف ای را فرستاد. بعضی علما میگن که در 4 شهر فرستاد، بعضی علما میگن که در 5 شهر فرستاد، بعضی علما میگن تا 6 شهر و 7 شهر آمده است. یک مصحف را با خودش نگاه کرد، یکی را در مصر فرستاد، یکی را در مکه فرستاد، یکی را در مدینه فرستاد با عام مسلمانان، یکی را با خود نگاه کرد، یکی را در مصر بصره فرستاد، یکی را در کوفه فرستاد، یکی را در یمن فرستاد. بعد برای مردم گفت که این را بپذیرین و ما سوای از این با هر کسی که نسخه قرآن کریم باشد او را باید حریق بکند، بسوزاند. دقیق شدین؟ بعد مسلمان ها در هر جایی که بودن قرآن کریمی که قبلا داشتن او را چی کردن؟ حریق کردن و از این نسخه برداری کردن و به هزارها و لکها نسخه قرآن کریم در مابین مردم از نسخه حضرت عثمان در حقیقت در اختیار مردم قرار گرفت. مردم به یک منهج و به یک تعبیر که الحمدلله فعلا در اختیار ما شماست از این نسخه برداری کردن و این نسخه را رواج دادن و در مجامع علمی بعد از او با قرائت های 10 است، قرائت 7 است و او قرائت های علمی است که مردم عوام سرش نمی دانه، ولی دانشمنده ها با سرش می دانه و در تفاصیل جایگاه خود را یقینا دارد. قابل بحثی هم است که وقتی گفتم حضرت عثمان رضی الله عنه قرآن کریم را سختاند، این را باید فرق بگذاریم. یکی سختاندن تکریمی است، یکی سختاندن توهینی است. دقیق شده؟ حضرت عثمان که سختان خود به اساس توهین نسختانده، بلکه به تعظیم سختانده. لجنه از علما حضور داشت، دیگدانی که در اوجا قرآن کریم را مثل او دیگدان مشخص بود، خاکسترش با تمام احترام جمع کردن و او را در دریا منداختن و یا او را زمین خوب غوش میکردن، در مابینش میگذاشتن، بعد از سرش خاک منداختن. این رقم قرآن کریم ها نبود که هر کس به نام خود مفتی خود شوه و قرآن کریم را بسوزاند، باز نام خدا بگذاره که من امر به معروف میکنم. صحیح شد. قرآن کریم اگر انگامی که یکی از تعبیرات حضرت عثمان رضی الله عنه است، ولی هر کس نمیتونه بکنه. در اوجا لجنه است، در اوجا علما است، در اوجا احترام و تکریم است. بعض خاکسترش بسیار منظم جمع میشه، در اوجا دعا است، در اوجا نیایش است، از او بعدی کار صورت میگیره.
و حتی علماء امروز امیرم میگن این کارا نکنین. چی شد؟ بلکه قرآن کریم را زمینه برش مساعد بکنین، جای برش بسازین، در اوجا بگذارین، خودش گم میشود. دقیق شدین؟ خودش تا زمان چی میشود؟ گم میشود. و احترام باید گذاشته شود به قرآن کریم. خداوند متعال ما شما را توفیق عنایت بکند که قرآن کریم را بخوانیم، با او عمل بکنیم، مخلصانه عمل بکنیم، به دیگرا برسانیم، از او دفاع بکنیم، در نشر فرهنگ قرآن کریم همه ما و شما سهیم شویم. ملک استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرک و اتوب الیک. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اللهم ربنا وصلنا الى جميع مقاصد خيرنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا قبل ذلك. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مؤمنين. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.